بدانم هر جا منم بوشم، هم تاری هستارم هم آتشی در دوشم، هم تاری هستارم هم آتشی در دوشم. ما آتشی در دوشتیم، ما کشتنم کشتیم. که شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. مهربان یاران، آثار آوایی، سیمایی و نوشتاری سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، انگلیسی و فرانسوی که شامل بیش از 7000 ساعت برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و هزاران هزار برگ کتاب و نوشته روشنگر و خردگران می باشد و طی 30 سال گذشته مسیر اندیشه مردم و اندیشمندان سرزمین اهورایی ما را دیگرگون ساخته است را بخوانید و به دیگران هدیه کنید. David Avassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. Les présidents de République, premiers ministres, ministres, sénateurs, maires, journalistes, chanteurs et comédiens. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com. تالنامه 7000 ساله آریایی میترایی، بهترین سند پر افتخار هر ایرانی و آریایی. مهربانان گرامی، آیا شناسنامه پر افتخار خود را در جیب دارید؟ سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی سند پر افتخار ما در سراسر جهان است. برای جاودان نمودن جشن‌های عروسی خود و فرزندانتان از اسناد بسیار زیبا و نفیس و شیوای پیمان نامه پیوند زناشویی به سبک آریایی، اثر سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی بهره ببرید. پیوند زناشویی به سبک آریایی، آسفاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است. PersianCNN.tv PersianCNN.tv رادیوهای ایران و تلویزیون مهر به زبان پارسی و فرانسوی. رادیو آوای ایران و تلویزیون مهر به زبان پارسی و فرانسوی. پایگاه خردگرایی و فرهنگ کهن اوستایی و تاریخ 7000 ساله آریایی. پایگاه خردگرایی و فرهنگ کهن اوستایی و تاریخ 7000 ساله آریایی. در برنامه های لایو ما شما نیز می توانید سخن بگویید. ای آن که گزیده ای تو دین زرتشت. اینو عمر خیام میگه، یادتون داره بارها بهتون گفتم این رباعی مال عمر خیام. ای آن که گزیده ای تو دین زرتشت، اسلام فکنده ای تمام از پس و پشت. رو گوشه ای نشین عمر، عمر خیام که خواهندت کشت. سرگذشت عمر خیام 3 ساعت سیاوش اوستا روایت کرده با موسیقی بسیار زیبا و نازنین، موسیقی با از انوشیروان روحانی استاد عالی قدر، از شیدا خواننده بزرگ که در ایران هست، بیمار شده، امیدوارم حالش زود خوب بشه، استاد مسعود جاهد آهنگسازشه. برای نخستین بار یک زن روایت خیام رو خوند که ما در اینجا گذاشتیم در همین 3 ساعت سیدی، سالها پیش منتشر شد. سرگذشت عمر خیام. خیلی از بزرگان ایران از دیروز تا به امروز اگرم به ظاهر رسما اعلام نکردن، با شعر و کنایه گفتن زرتشتی بودند و از اسلام اومده بودند بیرون، هر چند مثل حافظ شیراز حافظ قرآن بودند. از پاریس سیاوش اوستا با شماست. تلویزیون مهر در 66 خیابون شانزلیزه، یادتون نره که الانم بعد از ظهر بیان دیگه میتونین ما رو
ببینین در آفیس در تبری همکف، ولی ما از زیر زمین داریم برنامه رو برای شما میریم. عزیز من آقای مهندس امیر شهرتی کارگردان برجسته تلویزیون پارس با ما هستن، تلویزیون پارس، تلویزیون پارس از لس آنجلس، باید بهش گفت دانشگاه پارس، دانشگاه پارس به دبیرکلی برادر نازنین مهندس امیر شجره، کسی که میدونه پایه رادیو و تلویزیون 24 ساعته رو در امریکا گذاشت، متخصص مهندسیش در تلویزیون، تخصصش در تلویزیون بود و در این زمینه کار بزرگی رو در تاریخ رادیو تلویزیون ایران در تبعید تا این 30 سال انجام داده. خیلی رادیو تلویزیون اومدن و رفتن، با مهر یزدان پاک پارس با شماست و مهندس شجره عزیزم هم همچنان تلاش آزاد و مستقل خودشونه بدون سانسور داره دنبال میکنه. هر کجا هستید شاد و خوش و پیروز باشید. آقای مهندس امیر شهرتی با نماز شما هم خوش. در این دقیقه بسیار کوتاهی که با واسطه می‌ذارین اول به اطلاعتون برسونم که این یه شنبه نه یه شنبه دیگه 40مین روز درگذشت استاد پرویز اصفهانی است، سردبیر بی سانسور، کسی که با همراه برادرم شجره، مهندس امیر شجره چند سال پیش در پاریس جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو گرفتن. آقای شجره به خاطر تلاشاش در میدان رادیو تلویزیون و اون روز گرفتن ایشون رو در ایران و مدتی چیز بود اینا. اینه که من کاری داشتین تلفن و همون اس ام اس بزنید بهتون پاسخ میدم. حالا کار جدیدی که کردیم اینه که پرسش هاتون رو از طریق رایانه اینترنت نیز من میتونم جواب بدم دیگه، چون وقت ما کمی در این تلویزیون رو و همه خط آزاد رو پالف این بود که یک شیخ آخون ملا قدرت رو دست بگیره. ما معتقد به لایسیته و خردگیری بودیم، لایسیته و خردگیری من از مشهد از روشای نخست انقلاب شعار دادم، شما اینا رو داشته باشین، ما اینا رو گفتیم شعار دادیم تا از همون روز اول این رو مطرح کردیم که ما مخالف قدرتگیری روحانیت بودیم تا الان. اما از همون روزم توطئه و نیرنگ شروع شده که بهترین دوستان آدم رو ضد خود آدم بکنن بر اساس یک گفتهایی گفتم گفتی گفت. ایرانج جنتی حتی یک نمایشنامه نوشته بود رستم دیگر اسفندیار دیگر، من نصف سرمایه زندگی ما در پاریس بودید چند میلیون فرانک بودم اون سال روی این قضیه گذاشتم، این نمایش رستم دیگر اسفندیار دیگر تو دنیا بردمش، به روز شده توش بازی میکرد و گده دیگه بود، من تقیقا تو دنیا بردم اینو و تمام 30 تا اجرا نمایش رفتیم از پاریس گرفته تو تمام اروپا تو کانادا. یه جمله توی این خیلی قشنگ بود، خیلی تو حرفاش قشنگ بود، تکس واقعا زیبا بود، ایرج نوشته بود، یکیش خیلی میگفت ول کنید این گفتم گفتی گفتها رو، با این گفتم گفتی گفتها همه رو در خود من آقا ما نشستیم داریم صحبت میکنیم کار میکنیم یه جلسه میریم میبینم طرف دشمن ایکسه، دشمن ایگرگه، دشمن بهترین دوستان منه، میاد میشینه یک حرفایی میزنه که منو تحریک کنه علی یک رفیقم که من یک کلمه حرف بزنم، بعد بعضی وقتی حرف رو ضبط میکنم دست به دست میرن بهش میگن. همین کارو سال 1980 در مشهد انجام داده فردی به نام موسوی که رئیس کمیته بود، میدونست من با پدر دکتر شهدی استاد محمد تقی شهدی خیلی نزدیکم، میدونست من با شیخ علی تهرانی که حاکم شهر بود داماد خامنه ایست خواهرش رو داره و اینا خیلی نزدیکم، اومده بود جلو من بینا فوش میداد میگفت تو که میدونی این مردی که دیوانه است علی تهرانی، دیوانه است مخت تو که بهتر از من میدونی، و که من میگم آره خب دیوانه است، زد خسیده ما رو بخوی یارو نشون بده، میگه آقا گفت تو دیوانه ای و ما رو از هم بگستن. برای همین میخوام بگم بهتون عزیزان من به همه تون عدم میگم، اگه کسی اومد به شما گفت که فلان کس، نه تنها من، هر دوست دیگه تون فرار بیزده، شما تا از خود نشنیدید باورتون نشه. یکی از شگردهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی 35 سال که نگذاشته دو تا با هم جمع بشن اینه که آدما رو از دوربر آدمای دیگه خالی کنه، خالی کنه. مثلا من میام میگم برنامه میرم، برنامه من موجوده، نوشته من موجوده، میگم شاهزاده علیرضا پهلوی رو کشتن، رفیق عزیز منو، من میگم کشتن، تا الانم دارم میگم کشتن، ایشونو کشتنش، ایشون به قتل رسیده. لری کلیمن دادستان پیشین نه امریکا و وزیر دادگستری پیشین امریکا رو ایرانی ها بهش مأموریت دادن که برمنده رو دنبال کن، ما میگه میره کشتن. آقا من که نمیگم کی کشتتش که، چون نمیدونم، چون من چه میدونم کی کشتتش، من چه میدونم کی ایشونو کشته، باید تحقیق بشه. بعد میان یک کسای افرادی که نزدیک هایشون هستن که انگامی که ایشون کشته شده صدها کیلومتر از بابا دور بوده، صفا کیلومتر دور بود ازش، میگن 34 گفته این یارو زدی اینو کشته. بعد اون ابلهان رئیس دفترش، رئیس دفتره یارو که
وقت نمیذاره که همین برنامه رو 30 دقیقه تماشا کنه که. اون میگه چون فلانی گفت، باورش میشه به بقیه منتقل میکنه. این مواردی است که باعث دقتش، چون میخوان هم از دور آدمای بزرگی رو خالی کنن، هم دشمنی ها رو زیاد کنن. من میام میگم آقا رضا معاون، همه شما میشناسینش و همه کمک میکرد، برای تلویزیون پاس زنگ میزد به برنامه آقای مهبودی کمک میکرد، چندین بار به خود من پول داد برای یک افرادی مثل که برنامه ساز بودن فرستادم در پاریس بود، آقای رضا معاون، میگفت رضا سرباز اسمش بود، ایشونو دادم تو پاریس کشتم، هیچ کس هم صداش در نیامد، هیچ کس هم چیزی نگفت. من همون چند سال پس از کشته شدن ایشون در شهر دوویل بودم، با خانواده‌ام رفته بودم به تعطیلات، به من زنگ زدن که ایشون کشته شده، من تعطیلاتم رو رها کردم چون رفیقم بود، افتخار میکنم، خیلی الان بهش فحش میدن، میگن آدم بد بود، آدم بزرگ و خوب بود، از زمان شاه هوادار شاه بود تا اینجا اومد هوادار بود. من آمدم و از تعطیلاتم چندم با زن و بچه‌ام اومدم رفتم یه راست توی هتلش، یه دی جمع بودم جلو همون یه دی که جمع بودم، گفتم ایشونو کشتم بر اساس شهود و عدلی که اونجا بود دروا بوده و فلان، گفتم ایشونو کشتم باید تحقیق بشه. بعدن آمدن گفتم که آقا ایشون میگه اینو کشتن، این باباره که گرفتنش سیاوش عبستا گفته که یارو قاتله، آقا دروغه، من به خود این پیده بعد یه آدم رو تحریک کردن علیه من که بره بشینه مکتب به زر بزن که آقا فلانی گفته که من زدم کشتمش، بعد چون تحریک شده الان چون عنوان قاتل میخوان بگیرنش، هر فوش اول آخری مسئله نقد و اینا که بگذاریم، ما که آماده نقد هستیم، حاضریم نقد بشن، میزنه به ما، تا اینکه من به خودش گفتم به آقای بنی‌صدر زنگ زدم گفتم آقا این آقا رو بهش بگو ما که نگفتیم تو کشتی، بعد چه ساده لو تو رو دارن تحریکت میکنن. حالا برای که جلوگیریش از همین مسائل، شما هر پرسشی از سیاوش صدور بیاد از من پرسید. یا مثلا من یه بار شنیدم که خود یکی از دوستان بسیار عزیزم در لس‌آنجلس گفت، یه آدمی که از پاریس رفته بود لس‌آنجلس و تو برنامه میرفته، بعد مدیر یه تلویزیون شد و اینا، یهو علیش تبلیغات شروع کردن، علیهش تبلیغات شروع کردن، خب حسادت هست. یهو ایشون گفته بود که به یه کسی گفته بود که آقا این تبلیغ اینا رو سیاوش عبستان ایمان گفت، بعدش من از این بابت حمایت کردم، همیشه همین کردم. حالا برای همین شما خود من بپرسین، هر پرسیش داریم به همین azadi.bi برید، azadi.bi مقالات منه و همین برای پاسخ به پرسش، azadi.fr داریم، azadi.fr اون یک سری اطلاعات دیگه در مورد سیاوش عبستا داره و avesta.tv که با این گذاشته شده یه چیز دیگه است. شما هر پرسشی از من دارید از خود من بهت میگم، هر کی هم هستی بگو پرسش تو، نه اینکه چون وسعت داره تلاش و فعالیت های ما، چندین هزار مقاله، بیش از 100 جلد کتاب، 7000 تا ویدیو روی اینترنت اینجا جا هست، درسته که شما نمیتونی بره همین رو خودم بپرسید، من بهتون جواب میدم. اگه پرسشی بود که پاسخش رو داده بودیم، یا آقا برو فلان کتاب بخون، ولی این مواردی که فرصت طلبا و نوکرای جمهوری اسلامی، نوکرای جمهوری اسلامی امروز کیان؟ امروز فکر نکنید جمهوری اسلامی یک تشکیلات منسجم و سازمان یافته است که داره سازمان یافته عمل میکنه. این از سیاوش عبستا یاد بگیرید، سابق میگفتن ملوک، یعنی هر شهری دست یک کسی بود، اونجا حاکم بود، هر کار دلش میخواست میکرد، میکرد. حکومت مرکزی با یکی ایران از 5-6 سال پیش داشته نبود، مقاطعی از تاریخ جور شده ایران، ملوک و طوایفی شده. الان ایران ملتایفیه، ایران ملتایفیه، تو همون مشهد که زادگاه من هست 7-8 تا ملتایفیه، یعنی یکی سگمت یه بانک وابز میکنه، یه صندوق قرض‌الحسنه وام میکنه، با استان قدس کار میکنه، با استانداری کار میکنه، با وزارت اطلاعات کار میکنه، با سپاه کار میکنه، با اینا همشون اطلاعاتی دارن، همه شون اینو توته میکنن. بعد میان خیلی وقتی میخوان از ما استفاده کنن، ما نمیدیم زیر بارشون، تحریک میکنن علیه ما، برای ما اطلاعات غلط میرسن که ما بریم تو رادیو تلویزیون اسم یک کسی رو بگیم آقای دزده، این شارلاتانه، این فلانه، این تو تبریز این کاری کرد، تو تهران این کاری کرد. چرا؟ چون تو دعوای خودشونه، درست مثل دعوای 1988 که دعوای کروبی موسوی پیش اومد. من بارها گفتم بهشون این دعوای دو تا جناح خود رژیم بود، ملت ما را کشتن، اواره کردن، علاف کردن، یکی دیانو تو خالکی سر رو دعوای دو تا رژیم بگیم بالا و سرا کنان زندان دارن حالشونو میکنن، که همه شونو بالا سرا دارن حالشونو میکنن، او پایین زدن کشتن یک سری بچه ها، یک سری بچه ها رو آواره کردن اینجا نون شب ندارن بخورن. متوجه میشین به اسم چی؟ به اسم دموکراسی، به اسم آزادی برام. مثل یک کسی روز اومده من میگه آقا آزادی بیانه،
آزادی بیان من تو رادیوم که چهار نفر گوش می‌کنن اومده یه حرفی زده بود، یا آقا چرا یاد می من اینجا زندم. از این بعد گفتم هر کسی هر رادیو و تلویزیون، این رادیو و تلویزیون درست حسابی که درست حسابی هستن آدم کاری نداره، اونا میفهمن کار خودشون، حتی اونایی که من باشون مخالف هستم کارشون میفهمن. ولی بعضی رادیو تلویزیون دوزاری که همشون مال جمهوری اسلامی است، اینا میان یه حرفای از چیزایی میزنن که اصلا نمیشته، بعد یه سال من میشنوام. و همین دلیل من گفتم هر رادیو تلویزیون بده اسم سیاوش عبستا رو منفی بیاره در موردش صحبت بکنه، من از این بعد فورا دستور میدم پیگیری قانونی بشه، میبندمشون مثل تلویزیون مرکزی و تلویزیون دیگه. قانونا میریم و وکلای بنده این تلویزیونا میبندیم، آدما رو میگیریم. چون تو اروپا هستین، توی امریکا هستین، توی کانادا هستین، توی ایران نیستید که هر کار دلتون میخواد بکنید. فوری شکایت حالا که سرش شکایت نکرده که تونستین اسمتون رو بتازین. کوچکترین بگیم بالا چشم دبرو، من مثل آدمای لس آنجلس نیستم که بشینین صبح تا شب بالا پایین افراد رو بگین، افرادم اونجا بترسن که تو یه چاقو در بیاری بزنی چون به جرم چاقو کشی رفت. نه، بنده فورا اقدام قانونی میکنم، تا حالا کردم، هم خیلی بزرگانم میدونن من با قانون میرم جلو خدمتتونم میرسم. اسم بنده رو کسی نذیر بیاره. حالا این توضیحاتی که دادم بهتون چون به پایان برنامه دارم میرسم، میخوام اینو بهتون بگم بچه‌ها، کسایی که میان به نام زرتشت اوستا از شما اسم و آدرس و خط و نشون میگیرن، اینها رو نرید دنبالشون، اینا نرید. اینها کسانی هستن که در یه سال، دو سال، چهار سال، ده سال آینده، یک ماه، دو ماه آینده، یه کوچکترین تخلفی بکنی میخوان ترتیبتون بیدن، اینها همه کنترل شده است، میان میگیرنتون. اوستایی شدن و زرتشتی شدن ما در زرتشت .fr نوشتیم، سالهاز نوشتیم. اولا نه ما از شما اسم و آدرس دقیقتون رو میخواییم که بگیم اسم و آدرست بده کی هستی چی هستی، و دوما جایی ثبت میکنیم که چند نفر کی کجا اومده زرتشتی، نو زرتشتی شده، نو زرتشتی، یعنی تو ذهنت آزاد کردی. ذهن دین نیست، دین جدید کسی نیورده، این یا آینه، این آینه زرتشتی که و زرتشتایی که در طول تاریخ خردگرا بودن، راسیونل بودن و دوازده فرمان زرتشت رو رعایت کردن، اونها هستند که میان میپیوندن به این جریان که همین جلوگیری کنه از این مشکلات که آقا هر کسی نهید به دیگری فوش خارمادر بده، توهین بکنه، دروغ بگه بخاطر یه لود تریاک، یک ذره هروئین یا $100، همه پرنسیپ پاش بذاره زیر پاش. زرتشتی بشید یعنی چی؟ اوسته بشید یعنی چی؟ یعنی نخستینش اینه که نیکی بکنید در گفتار، کردار و پندار. نخستش اینه، نه که هر چه دلتون باید بهم دروغ بگین. یارو میگه آقا آزادی بیان بعد رو صفحه فیسبوک داره، فیسبوک که 400 تا مبادر داره، رو صفحه فیسبوک خودش تو رفیق باش میشی اجازه نمیده که تو یک جمله کامنت بذاری رو صفحه. آزادی بیانه، به خودش اجازه میده بیاد به شخصیت بزرگی که تمام زحماتی رو سالهای سال تو چه تو لس آنجلس، چه اینجا، چه بنده، چه دیگه، همین کشن بیاد توهین بکنه، بیاد توهین بکنه به تو صفحه فیسبوک خودش نمیذاره یک کسی یک کمانت کوچک برش بده. اوستا نیست، اینا از همون اسلام سنتی و چیز هم خطرناکتر هستن. حالا بچه ها الان از هنگامی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که یک وزارت اطلاعات استعماری است، جمهوری اسلامی یک تشکیلات استعماری است، روس، انگلیس، عربستان سعودی، ترکیه، اینا همه خودشون ایران اومدن برای اعلام کردن که نفوذ دارن در جمهوری اسلامی. اینها که همان بدبختی و بیچاری و ویرانی ایرانی رو میخوان، اینها میبینن الان عشق و علاقه شما به اوستا، به زرتشت زیاد شده، میان تشکیلات جانبی کنارش میسازن. خیلی از شما که میخواین از ایران خارج شین، بیاین پناهنده بشین، بله که پناهنده بشین، تمام اطلاعاتتون رو به اینا میدین و بعد اینها روز مبادا که بخواین علیه شما استفاده میکنن، علیه خانوادهتون استفاده میکنن. پس عزیزان من، یک، برای پناهندگی زرتشتی اوستایی نشین، دو، در ایران هستین در جای دیگه میخواین تلاش کنین، لازم نیست جایی برین ثبت نام کنید. ما روی سایت نوشتیم ثبت نام از شما نمیخواد کسی، اسم و آدرس و تلفنتون کسی نمیخواد، حتی اسمتون هم عوض کنید وقتی با هم صحبت میکنید، یک اسم آریایی اوستایی بگیرید اگه اسمتون آریایی اوستایی زرتشتی نیست، اسم ایرانی نیست، و با اون اسم تلاش کنید. آزاده در ایران، آیینه، دین نیست، نمیتونن مزاحمتون بشن. آیین اوستاست، یه آیینیه که 12 فرمان داره، این 12 فرمان رو شما هر کس که بپسنده و بپذیره اتوماتیک وارد این آیین میشه و هیچ کس هم شما رو نمیتونه بگیره. ولی دین نیست، یک، و دو، با تشکیلات و سازمانهایی که ازتون اسم میگیرن در خارج از کشور، داخل کشور، ارتباط برقرار نکنین. همه اینا به گونه‌ای به استعمار و جاسوسخونه وصلن. زرتشت میگه 12 تا من
شرط دارم اگه میخوای با من همراه بشی و آیین منو بپذیری. دین نیست، دین خودت نگه دار. تو هر دینی داری میتونی دین نگه داری، عمل نکن بهش. اینی دارم برای امنیتتون تو ایران میگم، چون تو ایران تو بگی من دینم عوض کردم و فتوا دارم و و و اینا نمیخوام شد. فرمان یک زرتشت این هست که باور به یکتایی، یکتا پرست، یعنی در هستی اهورامزداست که با اهریمن میجنگه از طریق انسان. دوم این اهریمن شروره، فتنگره، همه انسانهای فتنگر، همه انسانهایی که دو به همزن هستن در جامعه و چین توز هستن، اینا از تبار اهریمن هستن و از سربازان اهریمن هستن. سوم باور به پیام‌آوران خرد. شما باید پیام‌آوران خرد خودتون رو بشناسید، از اونها تبعیت کنید، مدیریت باید بکنید. این تلویزیون اگه مدیر نداشته باشه که پیش نمیره. یه فیلم میخوان بسازن اگه کارگردان نداشته باشه که پیش نمیره. کارگردان به یک هنرپیشه میگه واو بگو، اگه واو نگه دعواش میکنه. حالا شما میخوای اوستایی بشی، میخوای خودت هم چه کارخواستی بکنی، نه، باید به پیام‌آوران خرد باور داشته باشید، تبعیت کنید. این با دیکتاتوری و استبداد دین و اینا فرق میکنه. رهبر موزیک، یه رهبر موزیک 40 نفر در میزنن، اگه یکی رو بعد رهبری کنه خراب بزنه واسه به هم میخوره. این شعاره علکی که تو کلتون کردن هم بزنی کنار که استبداد دیتا مال پولیتیکه، مال سیاسته، مال اندیشه. شما نیازمند پیام‌آور خرد هستید که از اون پیام‌آور خرد تا موقعی که خودتون چیز میشین باید اطاعت کنید. چهارم باور به بازگشت دیگر هست، یعنی روان انسان جاودانه. ما به این باور داریم انسان روانش جاودانه. برای این وقتی مادر من از دنیا میره به من دستور میده من جشن بگیرم، شاد باشیم، موزیک باشه، چون روانش آزاد شد و روانش دیگر بار در همین هستی میتونه بیاد و زندگی کنه. روان جاودانه، معاد روانیست، جسمانی نیست. این در این مورد باید بحث ساعت ها بکنیم. فلاسفه بحث کردن معاد جسمانی نیست، جسم بر نمیگرده، روان بر میگرده. خیام هم وقتی از تناسخ بقا میگه اینا از همین سخن میگه، در این مورد بعدها صحبت میکنیم. پنج باور به درستی و راستی با یاران و نیکی در پندار، کردار و گفتار. شش باور به امشاسپندان، مهرورزان و مهرگستران. امشاسپندان رو ما بهش باور داریم. امشاسپندان منم، توی اون ایکس ایگرگه که وقتی ما دست در دست هم میدیم متحد و همراه میریم، هستی با ما میاد همراه میشه. اینا بایستی ساعتها بس کرد. هفت باور به پاک و نیک و بهبودن گوهر آدمی. از هر دین آیین و تیره و تبار و رنگ و جنس و میهن و آدمی که بخواد باشه، یعنی نژاد پرستی اصلا وجود نداره. ما همه ملیت ها، قوم ها، تیره ها، تبار ها، ادیان رو بهشون احترام میذاریم. ما با تفکر تازی در مبارزه و نبرد هستیم. تفکر تازی، با عرب مخالف نیستیم، با هیچ تباری مخالف نیستیم. همه تبارها تبارهای پاک هستن. با تفکری که میکشه ما رو، سالها ما رو کشته، ما با تفکر مخالف هستیم. هشت باور به نیکوکاری و دستگیری نیازمندان، ناتوانان و بینوایان و تلاش برای گسترش آسایش، آرامش، بهزیستی، تندرستی، راستی، انسان سالاری، برابری و آزادی و دادگستری و مهربانی و خردگرایی در جهان. هر کی این المان ها داشت ما دست شماش میکنیم. اما هر کی از اینا خارج شد، اینا در صف اهریمن هن. با اهریمن تو دیگه نمیتونی اصلا صحبت کنی. کسی که اهریمنی فکر میکنه نمیتونه باهاش دیگه صحبت کنی. نه باور به پاکداری و پرستاری آب، هوا، خاک و آتش و بهداشت محیط زندگی. ده فرمان ده باور به نیکندیشی و نیکنگری، نوپردازی، نوخواهی با بزرگ داشتن اندیشه ها و ابتکارات کودکان، نوجوانان و جوانان برای جامعه خردگرا و شهریاری انسان بر روی زمین. 11 باور به برابری و یکسان بودن زن و مرد و گزینش آزاد همسر از سوی زن و یا مرد. 12 باور به اندیشیدن و آرامش، آسایش، آرایش و سود مردم و نفی اغراض و منفعت‌خواهی شخصی و ارج نهادن به تمامی باورمندان و باورها. ولی کجا؟ در معابد. همه ادیان ما احترام می‌ذاریم اما در معابد اجازه ورود به میدان سیاسی جوامع رو ندارن ادیان. ادیان در معابد و خانه‌ها و در درون قلب‌ها آزاد هستند. این 12 بود و نیایشگاه ها و کانون های بستی باور و همبستگی و همراهی و همفکری با اندیشه
آراستگی، نظم جهانی و دوری هر باور دینی در امور دیپلماسی و شهریگری و سیاست خارجی. این 12 فرمان اوستاست. این 12 فرمانی که شما میپذیرید، هیچ کس از شما نه اسمتون میخواد، نه آدرستون میخواد، نه علنی میام کشتی بندی اینا میکنیم که شما رو بشناسن و براتون مشکل ایجاد بشه. حتی تو ایران خیلی تشکیلات زدیم به نام اوستا. اینجا در کل نخستین اوستا رو برادرم عباس صرافیان از تجار برجسته در آلمان باز کرد، با مهندس شجری یه بار و اکبر گلپایگانی رفتیم پیشش، تشکیلات اوستا رو زد باز کرد در آلمان. الان اوستا زرتشت در ایران بسیار باز شده و کسی دیگه فعالیت زیاد میکنن، ولی یادتون نره چون به پایان برنامه میرسیم و مهربانیار آقای مرتاد پارسا با شما خواهند بود برای پخش خبرها، سردبیر خبر با شما خواهد بود. من به پایان برنامه میرسیم و برنامه رو میبندم و همینجا از همتون خداحافظی میکنم و تأکید میکنم که هر کس به نام زرتشت و اوستا به شما گفت فرم پر کنید، تشکیلات ما اینجاست، دکون ما اینجاست، دفتر ما اینجاست، بیاد توی صفحه ما و چه بکنین، اینها کسانی هستن که به گونه یک روز اگرم وابسته نباشن وزارت اطلاعات استعماری دسترسی خواهم داشت به آرشیو اینها و اینها میان اون روز که بشه مثل همین ایزدی های عزیز، مثل کردای عزیز، این داعش ها میان و قتل عام میکنن، زندانی میکنن و چه و چه. اوستایی شدن و زرتشتی شدن باوره، اندیشه است، آینه، دین نیست. همینی که سیاه اوستا به شما گفت، پرسش های خودتون هم پس آزادی داد بی میرید و میگید. از مهر همه شما عزیزان سپاسگزارم که با ما بودید. امیدوارم روز شب خوشی داشته باشید. میشینیم همه با هم تازه ترین خبرها رو از مهربانیار مرداد و پارسا گوش میکنیم. آقای مهندس شورتی بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر همه شما رو به یزدان پاک میسپارم. بدرود و خدا نگهدار. از هر جا مدم پوشم، هر جا مدم دانم، هر جا مدم پوشم، هم ساری آستاریم، هم آتشی دردوشم، هم ساری آستاریم، هم آتشی دردوشم، ما آتشی دردوشتیم، ما کشتن همه کشتیم. مهربانیان، کنوز برشون، شهر فرنگ پاریس، تلویزیون مهر، رادیو آوا